تو بعد دستش رها شد، به خارج از زمین بازی رفت. یک بار دیگه باز فرصت به تیم سامن داده میشه. این ویلیامز هست که به این صورت بازم پرتاب سه امتیازی انجام داد. کم کم به جو مسابقه هم داره آشنا میشه. موقعیت در اختیار محرومیه هست. صدیقی خیلی خوب پاس داد به آرمان زنگنه. آرمان هم به خوبی جا گرفته بود. روی آرمان خطا شده. بایست پرتاب پنالتی هم در اختیارش قرار بدن. زمینی که خب محرومیه تصمیم دارن تعویض رو انجام بدن که سجاد مشایخی خودش آماده میکنه که وارد بازی بشه. بعد از پرتاب 2:30 وقت هست تا پایان کوارتر اول. این اقدام هم بی نتیجه میمونه. نتیجه 16-14. سامن مشهد از محرام جلو هست. موقعیت در اختیار کوکیناس با جمشیدی بازی میکنه. بازم پرتاب جمشیدی هست. دفاع محرام منسجم نیست. خیلی راحت داره گل میخوره. اونم پرتابی سه امتیازی. چیزی در حدود 4 پرتاب سه امتیازی از سامن وارد سبد محرام شد. بازم موقعیت در اختیار حامد حدادی بود. زمینی که اوشی ساکیانم اینجا به همراه مشایخی به بازی میاد. فرید اصلانی و امیر صدیقی از بازی بیرون میاد. حدادی پرتاب کننده پرتاب آزاد هست. دو پرتاب پنالتی. این پرتاب اوله. پرتاب دومم در اختیارش بایست قرار بگیره. داور کاملا کنترل میکنه. حالا اجازه میده بتونه پرتابش رو انجام بده. خب پرتاب دومش هم گل نشد. فرصت باز در اختیار محرومیا با زنگنه قرار میگیره. مجددا حدادی، اشتباه، جمشیدی، ویلیامز، حالا میره زیر سبد و در ضد حمله موفق میشه توپو درون سبد محرام قرار بده. داورپناه از محرام با سجاد مشایخی. حالا راحت مشایخی این توپ هم دست میده تا تیم سامن بتونه حمله کننده باشه. پاس میدن به کوکیناس. نتیجه 23-15 هست. تیم سامن خیلی خوب داره بازی میکنه. تا به اینجا که برتر است تیم محرومه. بازم فرصت در اختیار اوشین. اوشین با زنگنه. زنگنه توپ وارد سبد میکنه. دو امتیاز و زنگنه اینجا به این صورتی که شما حرکت آیستر رو میبینید وارد سبد تیم سامن کرد. باز پرتاب ویلیامز. حالا این پرتاب فاصلش هم زیاد بود. توپ هم وارد سبد نکرد. زمینی که موقعیت در اختیار محرام با حدادیه. حدادی دفاعش کوکیناس رو دور میزنه و رو دست این بازیکن اسلم دانک میکنه. این صحنه رو ببینید. خیلی قامتش بالاتر از کوکیناسه. 23-19. 24 ثانیه تا پایان 10 دقیقه اول. یک بار دیگه هم فرصت حدادی به دست آورد با داورپناه. خیلی خوب یک حرکت تغییر مسیر. توپم رفت وارد سبد کرد. اینجا هم سیستانی و توپش وارد سبد شد. لحظه پایانی هست. پرتاب زنگنه. پایان کوارتر اول. 25-21 کوارتر اول با برتری سامن مشهد تمام میشه. هر دو تیم میان. 2 دقیقه استراحته که مربیان نقاط ضعفشون رو گوشزد میکنن. تذکراتی که باید بدن انجام میدن. استعداد دارید که در تیم سامن مشهد که اینجا هم تصویر سرمربیش که با بازیکن‌ها صحبت می‌کنه. شا
شما مالیزی میکنی، حاجبیان، صاحبیان، عذر میخوام، اسلام میکنم، صحبت لازم انجام میده و در کنارشم مجید جلیلی قاضیزاده به همراه مجید ولیپور که خودش از مربیان با سابقه خراسان هست به عنوان مدیر فنیه، علی جلاییان هم به عنوان مربیه، اینم که مصطفی هاشمیه که تصویرش میبینید و تمام کسانی که به هر صورت با تیم محرام حسن شناخته شده هستن، آقایان سمزاده، ایزدپناه به عنوان سرپرست مدیر فنی که یه لحظه تصویرشون رو دیدید، علی آرزومندی به عنوان مربی بود که در کنار هاشمی بود و اصلا افرادی که در این تیم کار میکنن در کادر فنی هستن. اینجا هم که تصویر صداور میدان رو دیدید، آذرافزا، نیکخا، اکبر مومنی، آقای مهدی مکری هم به عنوان ناظر فنی این بازی هست. بازی در کوارتر دوم آغاز خواهد شد. حدادی هم که از بازی بیرونه، هنوز حدادی با تیم محرام اون شرایطی که باید پیدا کنه هنوز پیدا نکرده، احتیاج به زمان هست تا این بازیکن بتونه هماهنگی لازم در تیم محرام به وجود بیاد، بتونند از قامت این بازیکن در پست پنج به خوبی استفاده کنند. فرصت سامن داره، سامن بازی را آغاز میکنه، جمشیدی از سامن مشهد، با ویلیامز بازی میکنه، سیستانی، خالقی فرد، بازم ویلیامز، دیگه باز اقدام سیستانی صورت میگیره که پرتاب میکنه، حالا در برگشت این خالقی فرد هست، قامت خوبی داره، فیزیک مناسبی داره، بازیکنی که در تیم سامن خیلی خوب داره بازی میکنه. از صورت امروز علاوه بر این بازی پتروشیمی ماهشهر با پتروشیمی بندر امام بازی داره، البته یه بازی بسیار نزدیکم که امکان داره پالایش نفت آبادان با پمینای اصفهان داشته باشه. از طرف دیگه هم شهرداری گرگانم با دانشگاه آزاد سرگروه و قهرمان دور رفت که این بازی هم به شکلی برگزار میشه که گرگانی چهارم شدن و دانشگاه در جای اول فعلا قرار داره. زنگنه پرتاب میکنه، یک پرتاب دیگرم در اختیار این بازیکن جوان با استعداد قرار میدن. موقعیت در اختیار سامن هست، کوکین هست، خالقی فرد، ویلیامز، سیستانی دریپ میزنه، جهت حمله عوض میکنه، از چپ به راست میره، روی این بازیکن خطا صورت میگیره، خطای موسی نبی پور که به بازی اومده در تیم محرام، پنج بازیکن محرام، اوشین ساکیان، زنگنه، موسی نبی پور، سجاد میشایخی و سعید داورپناه. حالا راحت محرام با جمشیدی حملهشو انجام میده روی تیم محرام و توپم وارد سبد، نگاه کنید به این صورت، 29-23، یک بار دیگه محرامی باز تعویض دارن، اجاقی را آماده میکنن تا بیا آماده بشه تا به موقعش بتونه تعویض بشه. بازم زیر سبد مشایخی هست، خیلی خوب جهش کرد و توپم وارد سبد. موقعیت حمله سامن داره، جمشیدی، موسی توپش دفع میکنه، خیلی خوب بازی کرد اینجا موسی، یک پاس هم میده،
توپو دفع کرد، توپو جذب کرد، توپو پاس داد و به خوبی یک حرکت بسیار خوب از موسی نبی پور در این بازی اینجا شما دیدید. باز ویلیامز حمله کننده است. روی ویلیامز خطا میشه. بازم خطای موسی اعلام میکنن. موسی نبی پور مرتکب فول شده. سعید آورپناه از بازی بیرون میاد و اجاقی از این لحظه وارد بازی میشه. این ویلیامز هست که عرض کردم اهل امریکاست ولی ذاتاً توگویی هست. اقدام کننده پرتاب آزاد هست. اولین بار هست که در لیگ ایران شاغل میشه و در مشهد تیم مشهد با این دو بازیکن خارجی شرایط بهتری پیدا کرده. بعد از پرتاب 7:33 وقت باقی مونده است که باز مهرام تعویض انجام میده. مهراد آتشی به بازی میاد و زنگنه از بازی بیرون میره. هر دو مربی تصویرشون رو دیدید. موقعیت در اختیار مهرامه. سجاد مشایخی با اوشین ساکیان، مهراد آتشی پاس میده به اجاقی، مجددن سجاد مشایخی حرکت میکنه، نفوذ میکنه، دیگه باید اقدام انجام بگیره. پرتاب اوشین هست، توپ کوکیناس جمع میکنه، پاس میده به ویلیام، اقدامشم به این صورت و توپم درون سبد. پرتاب سمدیازی لحظه ایش انجام میشه. نتیجه 34-27 هست. یک بار دیگه محرومی ها حمله شون رو اقدام میکنن و موسی نبی پور پاس میده به اجاقی. اجاقی هم پرتابش وارد سبد نمیشه. موقعیت برای سامن مشهد مهیا میشه با توجه به این که اینجا خالق فرق هست. توپ دست میده، مهراد آتشی توپ جمع میکنه با مشایخی، یک پاس اشتباه از سجاد مشایخی و فرصت ویلیامز به دست میاره. این بار دیگه پرتاب گل نمیشه. خیلی خوب تیم سامن داره حمله میکنه. اینجا هم توپ به خارج از زمین بازی رفت. موقعیت به تیم مهرام میدن. مهراد آتشی از پشت خط پاس میده به سجاد مشایخی، بازیگردان تیم مهرام. فرصت یک بارده اوشین داره با اجاقی، زیر سبد حرکت میکنه، گول میزنه، داور تخلف ازش میگیره و موقعیت در اختیار تیم سامن قرار میده. تقاضای وقت استراحت شد. تیم مهرام وقت استراحت رو درخواست میکنه. میان تا مربیان هر صورت صحبت کنن. زمان استراحت زمانی است که مربی بازم با بازیکناش گوشزد میکنه، نصایحی که بهشون داده و صحبتهایی که با ایشون کرده. این مصطفی هاشمی هست که صحبت لازم داره به بازیکنای مهرام انجام میده. منتظر هستیم تا این وقت هم تمام بشه، برگردن بازی را در کوارتر دوم ادامه بدن. زمینی که 6:01 تا پایان نیمه اول وقت هست. کماکان 34-27 برتری با تیم مهرام تهران. این تیم سامن مشهد هست. مهرامی ها به بازی اومدن، منتظر سامن هستن. سامن هم که به بازی بیاد داور بلافاصله اجازه میده بازی از سر گرفته بشه. جمشیدی توپ به سیستانی واگذار میکنه. سیستانی هم مأمور میشه توپ به زمین حمله بیاره.
حالا یه مقدار دفاع محرومی‌ها بازتر شده، دفاع بعد منسجم.